سلام و تقدیم ارادت حضور فرد شما بینندگان ارشمند با سلام و درود حضرت حق به روان پاک اشرف انبیا محمد مصطفی با تجدید عرض ارادت و با سپاس فراوان از همه محبت های شما از همه حمایت های شما و از همه بزرگواری های شما سلام مخصوص به همه دوستانی که در طول هفته این حقیر رو مورد عنایت و نوازش و حمایت خودشون قرار میدن. به ادامه گفتگو در ارتباط با آیه شماره 114 از سوره دوم قرآن میپردازیم. در برنامه قبل یکی دو بیت از عارف برجسته و فیلسوف و حکیم حافظ شیرازی به عرض شما رسید که فوق العاده مورد توجه شما قرار گرفت و سراسر روز دریافت کننده تصویب های شما و قبولی های شما بود. در این حال این برنامه چون برنامه عرفانی قرار نیست که باشه، قراره که فقط تشریح آیات قرآن رو به صورت خالص و معین انجام بدهیم، ولی در این حال خواست شماست، هرچه شما بخواهید همان میشه. ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، بین راز سر به مهر به عالم خبر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود، ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کردم رها، از هر کرانه تیر دعا کردم روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو، لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود. از کیمیای مهر تو زرگشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود. در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب، یارب مباد آنکه گدا معتبر شود. بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. این سرکشی که کنگره کاخ وصل راست، سرها بر آستانه او خاک در شود. حافظ چون نامه سر زلفش به دست توست، دم در کشرنه باد صبا را خبر شد. ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو، باشد لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود. آیین عبادت و آیین ساییدن پیشانی
به آستانه جانان و ورود به حرم، ورود به مسجد الحرام، حفظ حرمت و شرط ورود به حرم، داشتن امنیت و داشتن خلوت با دلدار است. ای جان، حدیث ما بر دلدار بازگو، در حرم با او گفتگو کن، در خلوت با او سخن بگو، لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود. صبا در تشبیهات عارفانه همان ملکی است و همان فرشته است که پیام شما را به خدا میبره و وسیله است که در مقابل شدید القوا یا ملک امر یا ملک وحی که وحی رو انزال میکنه پایین میاره، باد صبا پیام بنده رو بالا میبره. درست در واقع کار صعود و کار نزول انجام میشه که وحی نازل میشه، پیام بشر صاعد میشه، بالا میره و اون فرشته‌ای که پیام انسان رو به خدا میرسانه در تشبیهات قرآنی و در تشبیهات عارفانه به مفهوم و به معنا باد صبا گفته میشود. میگوید چنان با معشوق سخن بگو که حتی نام بر هم به مفاهیم رازهای تو با معشوق خبردار نشود. و کاریست بسیار لطیف که چطور میشود که پیامبر، پیامی که پیام تو رو به خدا میبره، از متن پیام بی خبر باقی بماند. مفاهیم معاشقه حافظ با خدا در نوع خود بی نظیره، از لطافت و از نازوکی خیال گوینده که انسان رو واقعا به دنیاهای دور وادار به سفر میکنه و انسان در ذهن خودش به جایی مسافرت میکنه که پای هیچ انسانی به اونجا نرسیده و در واقع مفهوم محسوس و ملموسی رو از معراج با آدم میده، معراجی که خودش بارها رفته و اون معراج رو با من و شما هم در میان میگذاره. وقتی که حافظ سخن از معراج رسول اکرم میگوید، کلام او از کلام دیگران شیرین‌تر و دلچسب‌تر است. در ادامه توضیح درباره سوره دوم از آیه 114 قرآن در مورد عبادت و اطاعت و حق عبادت برای همه و استثنای بر این قانون و حکم برای کسانی که ورود دیگران رو مانع می شوند، وقتی وارد خانه خدا می شوند راه به دیگران نمی دهند که وارد بشوند، ممنوع می کنند، حتی بیرون خانه خدا که هستند ممنوع می کنند. و دیگر این که وقتی وارد خانه می شوند یا حتی از بیرون خانه سعی در تخریب و ایجاد فساد می کنند که در برنامه گذشته به تفصیل در مورد راه های مختلف و طرقی که این عده استفاده میکنن سخن گفتیم و گفتیم که چطور باعث تأخیر مردم میشن، وحشت مردم میشن و این کارها رو انجام میدن. به علت صدماتی که وارد میکنن، خساراتی که وارد میکنن و در واقع حق و حق هایی رو که پامال میکنن، حق و ناس رو که از بین میبرن، قرآن میگوید که اینها باید ممنوع باشند که جز عبادت در عبادتگاه کار دیگری بکنند. نباید اینها وسیله مسدود کردن راه مردم برای رفتن به عبادتگاه بشن و نباید نوع عبادت رو معین بکنند و نباید در تخریب آزادی و آزادگی محل عبادت دخالت و
اخلال کنند. به این لحاظ است که قرآن میگوید از ورود کسانی که برای منع ذکر خدا و برای تخریب مبانی ایمان سعی و تلاش میکنند و هم ایجادن و هم ایجابن، هم ایجاد میکنند فساد رو و هم ایجاب میکنند فساد رو، هم موجب فساد میشوند هم موجد فساد میشوند. و کسانی که ایجادن و ایجابن مورد و عامل دوری مردم از ایمان و اطاعت میشوند، اینها باید ممنوع باشند از این کارها، از ورود به مساجد و معابد و از ورود ایشان و از مداخله ایشان، از اخلال ایشان، از دخالت ایشان، از نفوذی که به کار میبرند، از سلطه‌ای که به کار میبرند در مراکز عبادی و در واقع از مصادر ذهنی باورمندان باور رو پیشگیری میکنند و ممانعت میکنند. اینها رو قرآن میگوید که باید باز دارند کسانی رو که دیگران رو باز میدارند از عبادت، اینها از این کار باید باز داشته بشوند. ممانعت در اینجا در متن آیه که میفرماید که و من ازلمو ممن منع مساجد الله ان یذکر فی اسمه و سعا فی خرابه اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین. ممانعت ممن، از کسانی که منع المساجد، منع می کنند مساجد الله رو، ورود به مساجد الله رو، وجود مساجد الله رو منع می کنند، که ممانعت در اینجا به معنای جلوگیری فیزیکی از ورود افراد یا اینکه در واقع به معنای تخریب فیزیکی فقط نیست که سجدگاه ها رو تخریب می کنند یا مانع فیزیکی می شند برای ورود به اینجا، چون قرآن می گوید نباشد بر ایشان که در سجدگاه داخل شوند که دخول نشانه ورود و اختلاط و سپس اختشاش و شورش و انحراف است. ممانعت باید از طریق آموزش و تربیت و ذکر حقایق و تذکر دقایق و تداوم در تطبیق فعل و موعظه برحق و ارائه الگوهای صحیح و مشارکت در کارگاه های اخلاقی و خدماتی حاصل و پدیدار بشود و نه به نبرد بازو و جنگ های میدانی و یا کاربرد قوای قهریه و جنگ های تن به تن یا جنگ های کشنده و هلاک‌آور. یعنی این نیست که شما جلوی مسجد یک مأمور اجرایی بگذارید با یک اسلحه و هر کس که میخواد به مسجد وارد بشه از او سوال بکنند و جواب بگیرند و التزام بگیرند، افراد رو بازرسی بدنی بکنند بعد بفرستن برن داخل مسجد. اون رو قرآن نمیگه که ممانعت به عمل بیاورید از ورود کسانی که اونها ممانعت به عمل میآورند. یعنی اگر کسی مانع ورود مردم به مسجد میشه، شما هم مانع ورود او بشوید. شاید در معنا همین هم باشد، اما کمتر امروز شما میبینید که عملا کسی باعث بشود که شما به مسجد نروید، بلکه مسجد رو بی اهمیت میکنند، بی اعتبار میکنند و عقاید شما رو بی اعتبار میکنند، آبروی دین شما رو میبرند، آبروی مسجد شما رو میبرند که رغبت به وجود نیاید که کسی به مسجد برود. هر کجا که مسلمانی پیدا بشود،
حتما این مسلمان شرور است، بدکار است، قاتل است، مجرم است، دزد است، آدمکش است، تروریست است، نظیر اینها. اینها بیابرو کردن و در واقع حقارت ایجاد کردن و ایجاد وحشت کردن و فرار دادن مردم از دین است. یعنی جوانهای ما وقتی که در مطبوعات، در روزنامه ها این طرف اون طرف میشنوند که هر کسی که جنایت میکند اگر مسلمان باشد، مسلمانی جنایت کرده است، اول مسلمانی که جنایت میکند، اما اگر این جنایتکار مسلمان نباشه، شما در 100 سال آینده هم متوجه نخواهید شد که این شخص چه دینی داشته. نه به دین او اشاره میکنن، نه به ملیت او اشاره میکنن، به اسم کوچیکی میگوین، اسمش جان بوده، اسمش جو بوده، اسمش گندم بوده، هرچه بوده. 34 نفر رو کشته، 50 نفر رو کشته، 100 نفر رو کشته، ولی نه ملیتش معلومه، نه اسمش معلومه، نه دینش معلومه، نه وابستگی های سیاسیش معلومه. اما به محض اینکه این شخص مسلمان باشه، اولین چیزی که بیان میشه این است که یک مسلمان به تحریک دولت فلان و فلان، فلان جنایت رو در فلان کشور انجام داد. این رو عرض میکنم که ممانعت یعنی تحقیر کردن و ایجاد وحشت کردن و مردم رو از دین فرار دادن. اون وقت جوانهای ما، همین فرزندان و نوه های من، شما، دیگران اینها رو میشنوند و میبینن نام اسلام مترادف با نام ترور و نام وحشت و نام کشتار و نام جنایت. نام مسیحیت رو هر وقت میشنوند با مهر و محبت و عشق و صفا و بخشش و آرامش و آسایش و عدالت و گل و بلبل و چمن و آبشار و اینها همراه. و طبعا اینها مؤثره و افراد به اون طرف گرایش پیدا میکنن. سرمایه‌گذاری های سنگینی که در ایجاد خرافه، ایجاد حقارت، ایجاد وحشت در دین میشه، این آثار رو داره. اینها وسائلی است که ممانعت میکنند از ورود شما به عبادتگاه. شما هم در مقابل این نحوه ممانعت ورود باید همون گونه از ممانعت به عمل بیاورید، از ورود این نوع تحقیرها و از دخول این نوع افکار مسموم در تئوری های اسلامی. چه کنید؟ شما که قدرت تبلیغ ندارید، اونها قدرت تبلیغ دارند. شما نه خودتون قدرت تبلیغ دارید، نه پول این کار رو دارید، نه کشورهایی که ظاهرن اسلامی هستند در این کار کمک میکنند. کشورهای ظاهرن اسلامی که مدعی اسلام دروغ هستند، همون ها به همین افراد کمک میکنند که اسلام رو سرکوب کنند. سرمایه های بیشتر اینها از همین کشورهایی میآید که ظاهرا مسلمان ها حاکم اونجا هستند. پس ما در مقابل نیروهای اهریمنی جهانی چه باید بکنیم که ممانعت به عمل بیاوریم از کسانی که اونها منع میکنند عملا ورود افراد رو به مساجد، ورود افراد رو به دین، دین داشتن رو منع میکنند و دین داشتن رو تقبیح میکنند و زشت میدارند. ما هم باید یک روشی پیدا بکنیم در مقابل این حمله و بتوانیم دفاع کنیم. دفاع با کشتار و دفاع با خشونت و دفاع به مثل هیچ وقت کارگر نیست، تنها خشم و نفرت رو بیشتر میکنه. اما اگر مسلمان ها در مقابل این تحقیرها و اتهاماتی که به اینها وارد میشه کارگاه های قرآنی ایجاد کنند، نه کلاس های قرآنی، کارگاه های قرآنی ایجاد بکنند، مثلا بگویند که یک جمعیت اسلامی تشکیل شده که در فلان جای آفریقا مشغول حفر چاه آب هستند، یا یک سدی میبندند که آب در اونجا جمع بشود، یا مدرسه باز میکنند در یک کشوری مثل کشور نیکاراگوا در آمریکای مرکزی، با $5,000 یک خانه 2 اتاق خوابه، خانه که 2 اتاق خواب که 2 اتاق داره و یک محل کوچکی برای طبخ غذا، یه بالاتر از
طبخ غذا یک محل کوچکی داره که به عنوان به اصطلاح دستشویی یا به عنوان جایی که بتوانند که اونجا به بهداشت خودشون برسن داره. با هزینه حدود 5,000 دلار نزدیک به جایی که فرض بفرمایید که به متر مربع مثلا 40 متر مربع می شود، 42 متر مربع می شود، حدودا نزدیک به 350 تا 400 فیت مربع می شود و در اینجا یک خانواده‌ای که 4 نفر هستند هم زندگی می کنند، هم طبخ می کنند، هم به بهداشت خودشون می رسند. در مقابل این که بالاخره در جاهای دیگه دنیا هست که شما این پول رو فقط بایستی که به خرج یک رستورانی بکنید که با یک مهندس معماری صحبت بکنید، کارگاه قرآنی درست کنیم، کارگاه اسلامی درست کنیم، نه مدرسه اسلامی، نه کلاس درس قرآن. کلاس درس قرآن همین کلاس های علنی باید باشد که پنهان از کسی چیزی به کسی یاد داده نشود. اما اگر ما گفتن ما میخواییم ببینیم مسلمان چیست، این همه از ما میپرسند که کدام کشور اسلامی در دنیاست که اسلام شما رو رعایت بکنه. من البته اسلامی از خودم ندارم، ولی کشوری هم نیست در ذهن من که کار اسلامی انجام بده. اما ما اگر شروع بکنیم این کار رو و کارگاه های قرآنی درست کنیم که هر که از ما میپرسد که شما چه میکنید، دین شما چه میگوید، میگوییم این کارگاه رو برو ببین، دین من این رو میگوید، برو به اطراف کابل ببین ما در سال گذشته، ما نه مسلمان ها، در سال گذشته 80 حلقه چاه عمیق حفر کردند و این 80 حلقه چاه 80,000 انسان رو در روز آبرسانی میکنه. یعنی 80,000 کودک و والدین او از این آب آشامیدنی سالم و خوب و زلال استفاده می کنند. 80,000 نفر آدم در روز. اگر از ما پرسیدند که دین شما چه می گوید، می گوییم دین ما دین چاه کندن است. برو ببین ما چه می کنیم، این دین ماست. دین ما دین این است که ما برای فقرا غذا تهیه میکنیم، از اونها هیچ هم نمیپرسیم دین تو چیست، آیین تو چیست. اگر بتوانیم از این طرف اون طرف پولی جمع بکنیم به این بچه های با استعدادی که به مکتب به دبستان میروند و از مواد غذایی کاملا محروم هستند، بتوانیم که برای اینها یک وعده غذایی تهیه کنیم که مواد پروتئینی داشته باشد که مغز اینها ساخته بشود که در آینده بتوانند کشورشون رو اداره بکنند. این نوع عملیات مانع می شود به ورود شایعات و حقارت ها به مساجد، چون خود این افراد که وارد مساجد نمی شن که اونجا چاقو بکشن گردن ببرن، البته اون کار رو هم می کنن، ولی تعداد کسانی که بیرون مسجد با نیروی رسانه ها و شایعات باعث بدنامی و تحقیر و تهجر اسلام می شوند، اینها تعدادشون خیلی بیشتره. ما هم نمی توانیم که اگر او به صورت فیزیکی مانع ورود افراد به مسجد می شود، ما هم به صورت فیزیکی در مقابل او بایستیم. اونها هم همین رو می خواهند. ما باید با نشان دادن حقایق دین و قرآن رو در عمل به مردم معرفی کردن مانع این نوع بدآموزی ها بشویم. غرض این است که عدم ورود به مسجد و ممانعت از ورود به مسجد در اثر تعلیمات بد انجام می شود و دعوت مردم به مسجد و رونق مسجد و عبادتگاه از طریق دروغ گفتن به مردم انجام نمی شود، از نظر تبلیغاتی هیچ پیش نمی رود. اما اگر انسان کارگاه قرآنی رو باز کرد، کارگاه انفاق، کارگاه احسان، کارگاه زکات، اون وقت اگر مردم به این کارگاه ها وارد شدن، اسلام رو در اکشن، اسلام رو در عمل، اپلاید اسلام رو
اسلامی که شامل اعمالی باشه که در قرآن گفته اون اسلام رو میبینن و به این ترتیب ورود اونها به مسجد برای خدمت مهیا و فراهم میشه. همونطور که گفتم ممانعت در اینجا در قرآن به معنای جلوگیری از ورود دیگران نیست، بلکه ممانعت اگر ما بخواهیم ممانعت کنیم از ورود اونها برای تخریب اگر می آیند و ما باید مراقبت کنیم، این مراقبت از طریق کشتار اونها یا جنگ با اونها یا دروغ گفتن به اونها نیست، بلکه از طریق اطاعت از آیات قرآنه و ما اسلام رو در اکشن و در عمل و در کارگاه اجرایی باید به اونها نشان بدهیم. و در این آیه اشاره همینطور به بت پرستان می کند و همان کسانی که کعبه را مسجد نام نهاده بودند و البته الله برای ایشان بت بزرگ بود، همین بت پرستان با ایجاد ممنوعیت برای عبادت کنندگان و کسانی که موحد بودند و بر حق و واقعا خداپرست بودند، در واقع این افراد اساسنامه و بنیاد امنیت حسین بودن مسجد الحرام رو ساقط کردند و در واقع قانون اساسی امنیتی که در مسجد وجود داشته مسجد الحرام رو قبل از اسلام عرض میکنم که با ورود اسلام مسلمانان منع شدند هم از ورود به مسجد الحرام و هم از انجام عبادت در مسجد الحرام. چرا؟ برای اینکه به اونها گفته میشد عبادتی که شما میکنید با عبادت ما متفاوت است و ما نمیتوانیم به شما اجازه بدهیم که عبادت متفاوت داشته باشید، چون حق عبادت رو به رسمیت نمیشناسیم و هر کسی که مثل ما عبادت نکند عابد نیست، هر کسی که مثل شما عبادت بکند مشرک است، کافر است، باید کشت او رو، باید از مسجد بیرونش انداخت. و به این ترتیب امنیت تاریخی معبد الله رو هم در هم میکوبیدن و باطل میساختن و این در حالی است که خانه کعبه از نظر سنتی و تاریخی محلی بود که همه اقوام عرب در هر عقیده و هر نوع بتی که داشتند اینها مجاز بودند که به این بتکده بیایند و بت خودشون رو عبادت کنند. از این نظر اعراب جاهلیه از مدرنترین مردم متمدن امروزی تمدن بیشتری داشتند، اخلاق بیشتری داشتند، عدالت بیشتری داشتند. شما ببینید 360 حالا هر چقدر که بت داشتن، حالا وارد حدیث و تاریخ نمیخوایم بشیم، تعداد زیادی بت در اونجا داشتند و این بت ها هر کدامشان یک دین داشتند و یک فرمانی میدادند و یک مباشر داشتند. داستانی بود، حکومت خدایان، اجتماع خدایان، رقابت خدایان. ولی همه اعراب می توانستند هر کسی که بتش رو در اونجا گذاشته بود میرفت و به بت خودش عبادت میکرد، اطاعت میکرد، دستوراتی هم البته از بت دریافت میکردن که اون دستورات رو اجرا میکردن. ولی در اون محل همه کسانی که بیرون اون محل میجنگیدن و همدیگر رو میکشتن در 4 ماه از سال در محل مسجد الحرام جمع میشدن و با هم، نه مثل هم، با هم عبادت میکردن. یعنی من سنگ شماره 2 دین شماره 2 مال من، سنگ شماره 3 دین شماره 3 مال شما. و این دین ها با هم تفاوت داشتن و اینها با هم می ساختن، مسالمت داشتن. همون کسانی که همدیگر رو بیرون این خانه می کشتن در داخل خانه از امنیت برخوردار بودن و قتل در اینجا حرمت داشت و نمی توانستن به اجازه آدمکشی و جنگ در خانه خدا نداشتن. ولی اون قانون هم با ظهور اسلام همین کفار و همین مشرکین تحمل این قانون تاریخی و سنتی رو هم نکردن. خانه کعبه از نظر سنتی و تاریخی محلی بود که همه اقوام عرب با هر عقیده و هر بتی که داشتن مجاز بودند به که عبادت کنند در اونجا
و این عبادت در کمال امنیت بود. موضوع امنیت فردی و امنیت اجتماعی و آزادی عقیده و عبادت و آزادی بیان و آزادی اظهار عقیده به طرق و شیوه های مختلف و با نحوه های متنوع در قرآن هم مجاز شده هم بیان شده و نسبت به آزادی، اهمیت آزادی در ارتباط با آنها در قرآن تذکر داده شد. در این آیه گفته شده است که هیچ کس ظالمتر، یعنی شخصی که این کار رو میکنه ظالمترین، هیچ کس ظالمتر از آن نیست که مانع ورود خلق برای عبادت به مسجد بشود. ببینید، قصد ممانعت ندارید، قصد مخالفت ندارید، قصد لجبازی ندارید، قصد خرابکاری هم ندارید، قصد عبادت دارید، عبادتی که شما اون عبادت رو میپذیرید، نه من. من ممکن است فکر کنم که شما عبادتتان خیلی مضحک است، محقر است، خنددار است، شهست هر چی. شما هم ممکنه در مورد عبادت من اینطور فکر کنید. قرآن میگوید که هیچ کس ظالمتر از آن نیست که مانع ورود عابد به معبد بشود، اگر فقط قصد عبادت باشد، به هر ترتیبی که بخواهد عبادت کند. درست است که اشاره آیه امکاناً متوجه کفار اون زمان بوده، متوجه مشرکین زمان فتح اسلام بوده که قبل از اون مانع ورود موحدین به مکه می شدن و مانع عبادت ایشان می شدن. اما این حکم محدود به مشرکین نمی شود و مسلمین نیز مشمول همین دستور و قانون برای آزادی عقیده و همینطور برای آزادی عبادت هستند. باید مجبور هستند، حکم شده به اونها که رعایت بکنن آزادی عبادت رو و آزادی ورود به معبد رو و اینکه بتوانند که با نهایت امنیت و آزادی اون چیزی رو که اونها به عنوان عبادت میپذیرند و به اونها این باور رو میده که اینها عبادت خودشون رو انجام دادن، باید آزاد باشن که عبادت خودشون رو انجام بدن. ممکن است که در این وقایع تاریخی مشرکین وارد این ماجرا شده باشند که مانع شده باشند از ورود مسلمین و مسلمین هم به حیث دفاع مجبور شدند که اونها رو متوقف بکنند و جنگ در گرفته یا فرار در گرفته. اما به هر حال ورود به مسجد و معبد حتی بعد از اینکه اسلام خانه بیت الحرام یا مسجد الحرام رو به تصرف در میاره، حتی بعد از اون هم قرآن میگوید که ورود برای همه به این خانه آزاد است، مادام که واردین در خانه در کار یکدیگر مانع و رادع و خرابی ایجاد نکنند، توطئه نکنند. تا این زمان حق ورود به معابد و انجام عبادات برای اعتقادات شخصی نمیتواند ممنوع و مسدود بشود، اگر که نوع نیاز و نوع نماز و نوع عبادت او با شما تفاوت میکنه. یعنی مسلمان و غیر مسلمان میتوانند در هر کجا که برای امر عبادت معین شده است آزادانه و در امنیت به عبادت بپردازند. این حکم انقلابی قرآن عموما به این نحو غلط تعبیر میشود که مسلمین باید از ورود مشرکین به سجدگاه جلوگیری کنند. مشرکین به خاطر شرایطی که دارند و شرایطی که ایجاد می کنند و از مسلمین سلب آزادی می کنند یا می کردند نباید به مساجد بیایند. اگر به اون هدف به مساجد می آیند نبایستی که به اون هدف بیایند. به این ترتیب عبادتگاه به این ترتیب عبادتگاه اختصاصی
برای هیچ دین مخصوصی وجود خارجی ندارد. و همین امروز ما میبینیم که اشغالگران خانه کعبه باید بر اساس حکم قرآن درهای مسجد رو به روی همه ادیان و همه باورها باز کنند و به شرط حفظ امنیت و شرایط شهروندی و تابعیت سیاسی هیچ کس رو نباید از حق عبادت صلح‌آمیز مطابق باور خود، مطابق آیین خود محروم بسازند و الا حق الناس کردند که می کنند. در متن آیه 114 دیده می شود که حکم ممانعت به علت آن است که اولا مشرکین اگر به معبد راه بیابند و اجازه ورود داشته باشند مانع ورود دیگران می شوند. ثانیا علت ورود مشرکین به کعبه علاوه بر اخراج مسلمین سعی و تلاش اونها در ویرانی و در خرابی معبد است و اگر اخراج و تخریب در رفتار مشرکین وجود نداشته باشد قانون قرآن همه را از هر آیینی و از هر دینی که باشند به هر معبدی که تصمیم بگیرند بروند و از هر آیینی که بخواهند پیروی کنند و برابر شرایط اون آیین عبادت کنند متولیان مسجد محکوم و مجبور هستند که پذیرای اونها باشند. چه این مسجد مسجد معمولی باشد چه مسجد الحرام باشد چه بیت الحرام باشد، هر کدام وقتی که جایی عبادتگاه نامیده شد کسانی که مدیریت اداری این محل ها رو دارن باید تابع حکم قرآن باشند. یعنی امروز کسانی که مسجدی به نام مسجد الحرام یا خانه کعبه رو در اشغال و اختیار خودشون در آوردن اینها در واقع از قانون قرآن تخطی میکنن و مفتری به قرآن هستند، چون خطاهایی رو که میکنن به نام قرآن معرفی میکنن. و مردم نادان هم اعمال اینها رو به حساب احکام قرآن منظور می کنن، در صورتی که به هیچ عنوان کارهای اینها با قرآن تطبیق نمی کند و به صورت علنی و واضح و روشن اینها در محاربه با قرآن هستند، به خاطر اینکه حق عبادت رو از مردم سلب می کنند و مرتکب حق الناس می شود. امروز اگر کسی نظم و سنت تقویمی و تاریخی کعبه رو به هم می‌ریزد و بعد از ورود مانع ورود دیگران می‌شود این شخص رو نباید به مکه به کعبه راه داد. ولی اگر شخص به اونجا وارد می‌شود و عبادت خودش رو به صورت بسیار صلح‌آمیز و منطبق با قوانین شهری نه با قوانین عبادی به نوعی که خود او باور دارد عبادت می کند و باز می گردد و از عبادتگاه خارج می شود، نه مانع ورود دیگران می شود نه سعی در تخریب مسجد می کند، که در اینجا می گوید که کسانی که منع مساجد و کسانی که صافی خرابه یا منع می کنند دیگران را از ورود به مسجد مانع می شوند از ورود دیگران به مسجد و یا اینکه سعی در ویرانی اونجا می کنند. اگر کسی این دو کار رو نکنه قرآن حق مشرک و مسلم رو یکسان می دانه در امر عبادت، بنا به آیاتی که قبلا خواندیم و آیه هایی که در پیش داریم که بخوانیم و اثبات کنیم. ممانعت امروز متولیان مکه معادل ممانعت مشرکین مکه
1400 سال پیش از ورود مسلمین است که در این آیه شاهد وقوع آن هستیم. تفاوتی نمی کند که اینها هم مثل همان مشرکینی که در زمان پیامبر از ورود مسلمین جلوگیری می کردند، اینها هم هر کسی که تشخیص بدهند که دین او مطابق دین اونها نیست، او رو مانع می شوند از ورود به مسجد، حتی اگر بخواهد اون شخص عبادت کند و حتی بخواهد که تخریب هم نکند، یعنی در امر تخریب دخالت نکند، قدرتی ندارد که مانع ورود دیگران بشود. در مقابل این همه توپ و تانکی که سرمایه مردم بدبخته کرده اید، ممانعت امروز متولیان مکه همونطور که عرض کردم درست معادل با ممانعتی است که مشرکین 1400 سال پیش از ورود مسلمانان به عمل آوردند و مجبور شدند که جان پیامبر به خطر بیفته، برای همین که میخواست به معبد برود پیامبر و میخواست برود و عبادت مسلمین رو در اونجا انجام بدهد. به مشرکین هم کار نداشت، جنگی ما مشرکین نداشت، میگفت شما مطابق شرک خودتون، مطابق آیین خودتون، این بت‌های خودتون هر کاری میخواهید با بت خوب کنید، ما هم میخواهیم بیایم در اینجا و عبادت کنیم و عبادت ما با شما فرق میکنه. شما 360 تا بت دارید در اینجا، حالا فرض کنید 361 شده، یکی از بت هام نیست اینجا که جایی هم نمیگیرد، ما میخواهیم به اون بت سجده کنیم و نگذاشتن. در این مورد یعنی دو امری که حق صادر کرده، حق ورود کسانی که بعد از ورود مانع ورود دیگران می شوند و سعی در تخریب معبد دارند، حکم نیست که اینها مطلقاً ممنوع باشند، بلکه حکم مشروط است که اگر اون کارهای خلاف رو بکنند ممنوع ورود می شوند. قرآن می گوید کسانی که احتمال عقلانی به سابقه تاریخی در تخریب و تجاوز دارند، مثل همین کسانی که امروز محافظین خانه کعبه هستند، هنوز هم به طور مطلق ممنوع ورود نیستند، بلکه به لحاظ سوابق و شواهد باید تحت مراقبت باشند و تحت مواظبت باشند. متولیان معابد باید مراقب باشند که امکاناً اینها تخریب و تجاوز نکنند، در اونجا کودتا به پا نکنن، مانع ورود دیگران بشون و در واقع نظم مسجد رو به هم بریزن، اساس اهداف مسجد رو واژگون کنند. ولی اگر برای عبادت می آیند نباید که مانع عبادت اونها بشه، یعنی تحت شرایطی اجازه ورود باید داشته باشند و بدانند که در صورت تخریب و تجاوز تنبیه و تقبیح خواهند شد و به این لحاظ حتی با داشتن عقیده فاسد و مشرکانه، مادام که فاعل فساد نبودند ولی قائل به فساد بودند در عقیده، حقی از آنها نباید زائل بشود و تحت نظر و مراقبت باید باشند. در واقع قرآن به نوعی پیشگیری در این آیه اشاره می کند که مشرکین بدانند تحت نظر هستند و به لحاظی که تحت نظر هستند، نه از اعتقاد، اعتقاد رو قرآن عوض نمی کنه، بلکه به خاطر خوف و ترس اقدام به تجاوز و تخریب نکنند. توجه کنید که در اینجا می گوید که افرادی رو که برای خراب کردن و برای مانع ایجاد کردن وارد مساجد میشن، اینها رو بایستی که جلوی اینها رو بگیرید، مگر اینکه شما بتوانید شرایطی فراهم بکنید که مطمئن باشید که اینها با وجودی که فکر و عقیده خراب کردن دارن و ذاتاً متجاوزن و منتظر شرایطی هستند که مسجد رو به هم بریزن، مسجد رو خراب کنن، دیگران رو بیرون کنن، با همه اینها شما وقتی در مقابل اینها قرار میگیرید به یک شرط میتوانید که با داشتن این عقاید هم باز همینها رو به مسجد راه بدید، اگر بتوانید شرایطی فراهم کنید که اونها در مساجد وقتی وارد میشوند دارای خوف باشند، دارای ترس باشند.
یعنی شرایطی فراهم بشود که بدانند که اگر این عقیده ای رو که دارن تبدیل به عمل کنن و اگر در اینجا شروع به خراب کردن مسجد کنند، قوایی در اونجا وجود دارد که مانع این کار اینها می شود. به بیان ساده تر، قرآن می گوید حتی این افراد رو اگر می توانید از نظر محافظت و سرپرستی مراقب اینها باشید که کار خطا نکنند، اگر چنین نیرویی می توانید ایجاد کنید، از این نیرو استفاده کنید و اینها را اجازه بدهید که وارد مسجد بشوند. اما در این حال اگر شما نیرومند باشید و اینها نتوانند که خرابی در مسجد کنند یا مانع ورود دیگران بشوند، در واقع اونها رو بایستی در حال خوف نگه دارید. یعنی یک نیروی عظیمی در اینجا قرار داره که شما اگر تخطی بکنید، اینجا عبادتگاهه، کاری خارج از عبادت بکنید، تنبیه خواهید شد و از اینجا اخراج خواهید شد و ممکن است مشکلات دیگری هم برای شما ایجاد بشود. به اینها قرآن میگوید که خائف، کسانی که دارای خوف هستند، کسانی که دارای ترس هستند، وحشت میکنند، میترسند و به لحاظ ترسی که دارند، به لحاظ خوفی که دارند، با قوانین محل تطبیق میکنند، ولی در ذهنشون البته اعتقادی به قوانین ندارند، ولی قدرت قانون در جایی است که برای خطاکار ایجاد خوف میکند، او رو باز میدارد از انجام عمل خلاف. به این لحاظ است که قرآن میگوید لهم فی الدنیا خزی، برای این افراد در دنیا بی حرمتی، بی آبرویی، بدبختی، حقارت، بدنامی، چیزهایی مثل این وجود داره، بی شرافتی، و لهم فی الآخرت عذاب عظیم، اینها اینطور خواهند بود. بنابراین میگوید که این افراد ما کان لهم ان یدخلوها، نمیتوانند که به اون مسجدها، به اون مسجد وارد بشوند، یدخلوها الا خائفین، مگر اینکه قوا و قدرت هایی باشه که اونها رو در حالت خوف از انجام گناه نگه داره. یعنی اگر قدرت های بازدارنده در مسجد وجود داره، حتی کسانی رو هم که نیت کشتار و نیت قتل و نیت به هم ریختن مسجد دارن، اونها رو هم نمیشه مانع شد. اگر شما قوایی داشته باشید که این قوا بتوانند که امنیت مردم رو تامین کنند و از کارهای وحشیانه و خلاف قانون این افراد جلوگیری کنند، حتی مسلمانانی که از مکه بیرون کرده بودند، وقتی مکه رو گرفتند و در اونجا متولی شدند، باید درها رو رو به کفار باز کنند و بگذارن کفار و مشرکین بیاین در خانه کعبه و عبادت کنند. اگر بتواند که حکومت وقت مسلمانان و موحدینی رو که در اونجا هستن تأمین جانی بده، برای این گروه و صاحبان این عقاید تخریب و تجاوز، مادام که از عقیده به فعل نگراییده، تنها مراقبت از ایشان لازم است که پیشگیری بشود، و چون به جنایت و تجاوز فائل شدند، قانون بر ایشان حاکم بشود. آنگاه قرآن میگوید برای همه، یعنی کل کسانی که در معابد تخریب میکنند، تجاوز میکنند، ایجاد ممانعت میکنند، انسداد میکنند از ورود دیگران، از طرف خدا در این دنیا بی‌آبرویی، نکبت، بدبختی، پریشانی، دربدری، سرگشتگی، شکست، بی سر و سامانی، حقارت، ننگ، شرم، چیزهای نظیر این خزیان نصیب اینها خواهد شد و در آخرت برای ایشان عذابی واقع و شامل خواهد شد که اون عذاب وسیع و شامل است و وسعت و شمول این چنان است که به لحاظ بزرگی و عظمت همه افعال و اعمال و نیات ایشان رو در بر خواهد گرفت و شامل خواهد شد و هیچ بخشی و هیچ نکته‌ای، هرچه حقیر و یا کبیر باشد و هرچه پیدا و پنهان باشد یا هرچه مقطع و یا مستمر باشد، جمعاً همه اینها مشمول قانون عذاب آخرت خواهد.
و در این دنیا تا وقتی که دست به فعل فاسد و فعل تجاوز نزده اند، نیت اونها هرچه که باشد، نیتشون گناهه، جرم نیست و حق نیست که تنبیهی بر اونها روا شود به خاطر عقیده‌ای که اون عقیده رو یا نخواستن یا نتوانستن که جامعه فعلیت بپوشانند. عذاب آخرت مجازاتی است که از طرف خدا و بدون واسطه و کمک خلق انجام می شود و حکومت ها و قوای بشری در هیچ حالتی مجاز به تنبیه و یا وضع قانون برای مجازاتی که در قرآن نیامده مثل گناه نباید که حتی قانونی برای تنبیه این افراد وضع بشود. یعنی گناه به طور خلاصه قابل تنبیه نیست. و اگر کسی گناهی رو تنبیه بکند، چه با قانون چه بی قانون، هر دوی اینها خلاف حکم قرآن است. در اینجا ما به یک نکته بسیار مهمی برمیخوریم و اون نکته مهم و بی سابقه در این است که قرآن ضمن اینکه توصیه تقنین میکند، توصیه میکند به قانونمند کردن جامعه از طریق بیعت، از طریق توکیل، از طریق وکالت، از طریق شورا، از طریق تصمیم گیری و قانون سازی، همه اینها، و قرآن در واقع حکم به حکومت قانون می کند. این چیزی که امروز ما در دنیا به نام دموکراسی می شناسیم که حکومت مردم است، قرآن یک درجه از حکومت مردم بالاتر توصیه می کند و اون حکومت قانون است. حکومت قانونی که اون قانون به وسیله مردمی وضع شده باشد که اون مردم برخوردار از آزادی بیان و از امنیت بوده باشند. اگر اون مردم، مردمی که آزادی بیان دارند، آزادی شنیدن و گفتن، یاد گرفتن و یاد دادن، آزادی بیان، استدلال، تجربه، گفتار، معارفه، تعاطی افکار و عقاید، اینها رو همه رو دارند، آزادی، امنیت هم دارند، این افراد که آزاد و در امنیت هستند، در امان هستند، هم آزاد هستند هم در امان هستند، اینها می توانند که قانون وضع کنند و قانونی که اینها وضع می کنند بر مردم دارای قدرت تحمیل و اعماله. اما همین افراد که با این شکل پیشرفته قرآن توصیه می کند که حکومت ها در این زمینه باشند، به این شکل باشند، قانون بر مردم حکومت کند، نه فرد، نه شخص، در این حال میگوید مردم در یک مسیر حق قانون گذاری دارند. ولی در جاهایی هم هست که مردم حق قانون گذاری ندارند. اگر میخواهند قرآنی باشند، اگر میخواهند که چیزهای دیگر باشند که خب همه جور قانون همه جا وضع میشود. قرآن میگوید چیزهایی رو که من گناه اعلام کردم، اینها رو شما حق ندارید که تنبیه دنیایی کنید. چه چیزی گناه است در این آیه‌ای که می‌خوانیم؟ گناه است که شما عقیده داشته باشید که باید مانع ورود دیگران به مسجد بشوید. گناه است. گناه است که شما عقیده داشته باشید که وقتی به مسجد رفتید باید مسجد رو زیر و رو کنید. گناه است. فعل حرام است. جرم است یا جرم نیست؟ تا زمانی که در مرحله عقیده است جرم نیست، اما زمانی که به فعلیت رسید، اون وقت به عنوان یک عمل، نه به عنوان انگیزه یک عمل. قاضی کاری نداره که شما برای خاطر خدا مسجد رو خراب کردید یا برای خاطر شیطان. شما اگر مسجد رو خراب بکنید مرتکب جرم شدید و میتوانند مردم برای این کار تعیین قانون کنند و طبق قانون شما رو مجازات کنند. اما شما به لحاظ داشتن عقیده،
حتی در مسجد از شما میپرسن که نظر شما راجع به این مسجد چیست؟ شما میگید من فکر میکنم این مسجد رو باید خراب کنن و مدرسه بسازن. نظر من اینه. اما هنوز نه مسجد رو خراب کردید نه مدرسه ساختید. شما مسئولیت دارید. اما اگر مسجد رو خراب کردید به قانون مراجعه میکنن که آیا خراب کردن یک ساختمان جرم است یا نیست. اگر جرم بود قانون چون بر شما حاکمیت داره شما مورد تنبیه قرار میگیرید. اتاق فرمان اگر که آمادگی دارید دقایق کوتاهی به ما تنفس بدید، بعد از تنفس در حضور شما بالاخره آیه 115 رو آغاز میکنیم. آیه شما 115 بعد از تنفس در مورد اون تشریح و توضیح ارائه خواهیم کرد. با ما باشید.